دلقک روانی برگشته، این بار وحشی تر از قبل. گلاسیا سلام، کلی پیشنهاد داری فیلم تریفایری 3 رو بذارم. من دوبار قرار دادم، منتها انقدر این فیلم خشنه همش لیمیت میگیره یا برای کانال مشکل پیش میاره، برای همین دیگه مجبورم خیلی جاهاشو سانسور بکنم. اگه نسخه اصلیشو دوست دارید حتما به کانال سر بذارید، اونجا براتون قرارش میدم. ولی دیگه سانسوری که کردم مجبوریه، خودتون قوانین یوتیوب رو میدونید. بریم هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم زن و شوهری میبینیم که خوابن و دخترشون میاد و بیدارشون میکنه. به مادر میگه صدایی از پشت بوم شنیده، اما مادر باهاش میره به اتاق خواب تا اونو بخوابونتش. حالا براش توضیح میده که حتما صدای یکی از الفای بابا نوئل بوده رو پشت بوم، میخواسته مطمئن شه که میتونه برات کادوهاتو بیاره. دخترم گیر میده که پس لطفا برو برای شیر و شیرینی بذار. با خوابیدن دختر مادر میره و شیر و شیرینیو قرار میده. بعد صدای از پشت بوم میشنوه و حالا مطمئن میشه که در خونهشون هم باز شده. میاد به همسرش اینو میگه و همسرش هم میگه حتما باد زده، نگران نباش. ساعتی گذشته و دختر صدایی از پایین میشنوه و وقتی میره تو پذیرایی بابا نوئل رو میبینه که داره براش کادو میذاره. منتها یه دفعه از توی جعبه کادوهاش یه تبر برمیداره و دستش میگیره. با دیدن قیافش هم میفهمیم این همون آرت دلقکمونه که توی دو نسخه قبلی هم خیلی وحشی بود. دختر که ترسیده گوشه پناه میگیره و حالا تو سکانس های وحشیانه میبینیم که آرت اول میره به اتاق برادر این دختر و به شکل وحشتناک اونو سلاخی میکنه. بعد میره تو اتاق پدر مادر و شروع به زدن تبر تو کله پدره میکنه. مادر بیدار میشه و وحشت درست رو میخواد فرار کنه، اما آرت میره دنبالش و در آخر تبر رو به کمرش پرت میکنه. میره بالا سرشون رو بر میداره و با چند تا ضربه کله اونم نصف میکنتش. حالا صدای دختر رو هم میشنوه که گوشه پناه گرفته، اونو پیداش میکنه و میارتش طرف دیگه و میریم به سکانس بعدی. 5 سال قبل رو میبینیم که یه مامور پلیس تماسی از داخل یه خونه دریافت کرده که صداهای عجیبی میاد. وقتی به اونجا میره با بدن بدون سر آرت دلقک مواجه میشه و خیلی میترسه. درخواست پشتیبانی میده، ولی وقتی میره جلوتر یه رفیق بدن بدون سر بلند میشه و پشت بهش حمله میکنه. هرچی مامور بهش تیر میزنه اثری نداره و در آخر جونش رو میگیره. سکانس بعدم میبینیم که آرت کله مامور پلیس رو تن خودش گذاشته و سوار مترو میشه. حالا میریم به یه تیمارستان که مسئول اینجا صدای فریادهای زنی رو میشنوه. با سرعت طرفش میده و وحشت خشکش میزنه. زنی به اسم ویکتوریا که توی نسخه اول فیلم هم باهاش آشنا شده بودیم، یکی از قربانی های آرت بود که کم کم روانی شد و خیلی دوست داشت با آرت ارتباط برقرار کنه. اون که قبلا اینجا بستری بوده حالا به بیمار دیگه حمله کرده و به شکل وحشیانه داره گوشت اونو میخوره. این در حالیه که سر بریده شده آرت هم کنار همین ویکتوریا داره همین کارو انجام میده و پشت سر این نگهبان تیمارستان هم بدنش داره براش دست تکون میده. بعدم ویکتوریا و آرت با حمله به این مرد حمله میکنن و به شکل وحشیانه گردن اونو کلاً بدنش جدا میکنن. خلاصه که دوتای به پناهگاه میرن و اینجا ویکتوریا جلوی آینه وامیسته و شروع میکنه به فحش دادن به خودش و میگه تو خیلی زشتی. آرت هم یه گوشه نشسته و نگاه میکنه که ویکتوریا یه تیک آینه با خودش برمیداره، میره توی وان داغون این پناهگاه میشینه و جون خودش رو میگیره. آرت انگاری همین لحظه به یه خوابی فرو میره که چندین سال طول میکشه. دوباره برمیگردیم به زمان حال. مردی به اسم گرگ میره به تیمارستان دنبال دختری به اسم سینا که شخصیت اصلی نسخه قبلی فیلممون بود. یه توضیح کلی بدم که سینا قربانی های آرت قرار بود باشه، اما به خاطر قدرت زیادی که داشت و یه شمشیری که پیدا کرده بود تونست اونو شکستش بده، ولی بعد از گرفتن جون آرت هیچ کس نتونست بدن اون رو پیدا بکنه. از اون موقع هم انقدر بهش فشار اومد که خودش توی تیمارستان بستری بود و حالا بعد 5 سال آزاد شده. گرگ که شوهر خاله سینا حساب میشه اومده دنبالش و با هم دیگه به خونه میرن. دختر خالش گبی بعد 5 سال میبینه که خیلی دلش براش تنگ شده و همو در آغوش میگیرن. بعدم خالش جس رو میبینه. خلاص یه خیلی خوشحالانه میره تو اتاق تا لوازم خودش رو بذاره. میریم به یه جای دیگه. دوتا کارگر مسئول بازسازی یه خونه شدن و میرن داخلش و اولیشون خیلی میترسه و میگه اینجا ترسناکه و اون یکی هم میگه که اینجا یه شایعه بوده که یه دلقک قاتل اومده کلی آدم رو سربنیس کرده. بعدم میگه نشوخی کردم و میرن به کارشون مشغول میشن. وارد یکی از اتاقا میشن که میفهمیم همون پناهگاهی بوده که 5 سال پیش آرت و ویکتوریا اومدن و حالا بدن پوسیده ویکتوریا توی وانه. اون یکیشون هم آرت رو میبینه که روی صندلی و انگاری خشکش زده. همین لحظه هم آرت هم ویکتوریا به هوش میان و به این دو نفر حمله میکنن و به شکل وحشیانه پوست سرشون رو کلاً جدا میکنن. حالا میریم پیش سینا. خاطره یه بچگیش به یاد آورده که پدرش کارش نقاشی کامیک بوک بوده. سینا به پدرش میگه که چرا همه طرحات از مردان و پدرش هم میگه که یه چیزی برات دارم بیا بهت بگم. تو زمان حالا میبینیم که دختر خالش گبی داره دفتر خاطراتش رو میخونه که خیلی سینا ناراحت میشه و میگه دیگه اصلا نباید این کتابو بازش کنی. بعدم میره سر میز صبحونه که سینا یه دفعه توهمی میزنه و یکی از دوستاش که توی نسخه قبلی فیلم به شکل وحشیانه سلاخی شده بود رو سر میز میبینه. دوستش میگه همه اتفاقاتی که افتاد تقصیر تو بودش، تو باعث
شده که آرت بیاد اونجا اون بلاها رو سرمون بیاره. در همین حال هم سینا خوش ایستاده همونجا و بقیه اعضای خانواده هم خیلی نگرانشن. ولی یه دفعه به خودش میاد و سری میره تو اتاقش. سکانس بعد جاناتان رو میبینیم. جاناتان برادر سینا تو نسخه قبلی دو تایی با هم دیگه با آرت جنگیدن و موفق شدن شکستش بدن. حالا رفته کالج و وقتی وارد اتاقش میشه میبینه هم اتاقش با دختری به اسم میاد دارن رابطه برقرار میکنن. میخواد بره بیرون اما میاد میاد طرف جاناتان و بهش میگه که من خیلی تو رو دوستت دارم. سالهاست دنبال کاراتم و میدونم که چه اتفاقی برات افتاده و چطوری از دست آرت زنده موندی. خیلی دوست دارم باهات یه مصاحبه داشته باشم چون خودم یه پادکست جنایی دارم. البته که جاناتان اصلا حوصله یادآوری این چیزها رو نداره و پیشنهادش رو رد میکنه. همین لحظه سینا برادرش زنگ میزنه و بهش خبر میده که اومده خونه خالهشون و قرار میشه که چند شب دیگه به خاطر سال نو بالاخره همدیگه رو بعد 5 سال ببینن. گبی هم میاد تو اتاق و به سینا میگه حالت خوبه؟ سر میز لفه خوشیت زده بود و سینا هم میگه به خاطر داروهایی که میخورم اصلا نگرانم نباش. حالا آرتو میبینیم که توی پناهگاهش داره یه سلاح جدید طراحی میکنه. سلاحی که از نیتروژن ساخته شده، اونو به چند تا موش میزنه و باعث میشه یخ بزنن. بعد با چکش خیلی راحت اونا رو خوردشون میکنه. حالا لوازمش تو همون کیسه مشکیش میریزه و از خونه خارج میشه و وسط راه رفتن یه دفعه میبینه که توی بار بابا نوئل نشسته و داره مشروب میخوره. خیلی ذوق زده میشه و میره داخل و از ذوق اون بابا نوئل هم خوشش میاد و ازش دعوت میکنه کنار هم یکم مشروب بخورن. البته که دوست این بنده خدا و صاحب بار اصلا از آرت خوششون نیومده و میدونن خطرناکه، ولی خب به هر حال کارشو انجام میدن. آرت همچنان صحبتی نمیکنه و با ادا منظورشو میرسونه. یه دفعه میشینه رو پای بابا نوئل و اونم خیلی شوکه شده. اما قبل اینکه بتونه کاری انجام بده، آرت یه دفعه رو پاش دستشویی میکنه. صاحب بار دیگه عصبانی شده و میخواد آرتو بندازه بیرون و پرتش میکنه اون طرف که یه دفعه اسلحه ای رو از توی کیفش برمی‌داره و سمت صاحب بار شلیک میکنه. دوست بابا نوئل هم به همین شکل میکشه و حالا میره طرف اون. سکانس بعد میبینیم که بستلش به یه صندلی و لباسهای بابا نوئل رو پوشیده. اون وحشت زده است و التماس میکنه ولش کنه، اما آرت همچین برنامه‌ای نداره. از توی پلاستیک خودش حالا دستگاه نیتروژنش رو برمی‌داره، دست و پای بابا نوئل رو باش یخ میزنه و شروع میکنه به له کردنشون با چکش. در آخر هم به کلش نیتروژن میزنه، دماغش رو میشکنه و یه هویج مثل آدم برفی توی صورتش میذاره و از اینجا خارج میشه. خاله و شوهر خاله سینا هم در حال صحبت میبینیم که خالش جس میگه فردا قراره سینا و دخترمون گبی برن پاساژ گردی. شوهر خاله میگه که باید نگران سینا باشیم، هنوز به خودش نیومده و جس هم میگه که نگران نباش، بالاخره همه چیز درست میشه. روز بعدی سینا و گبی رفتن توی پاساژ تا برای جاناتان خرید بکنن. سینا یه دفعه صداهای عجیب غریبی از اطراف میشنوه و وقتی بیرون مغازه رو نگاه میکنه بابا نوئل رو میبینه که سمتش وای میسته و انگار میخنده و دست تکون میده. گبی میاد سمتش ولی هیچ چیزی رو اونجا نمیبینه. میپرسه به چی زل زدی و سینا هم میگه که هیچی، حواسم پرت شده بود. ساعتی بعدم میبینیم که سینا به دیدن برادرش جاناتان رفته و توی کافه نشستن. از جاناتان میخواد که زودتر بیاد خونه، اما جاناتان میگه کار دارم و همون شب سال نو میام. بینشون انگار یه فاصله ای افتاده و یه رفیق هم اتاقی و دوست دختر هم اتاقی جاناتان هم به همینجا میرسن. میا همون حرفایی که به جاناتان زده بود و حالا به سینا هم میزنه و ازش میخواد که بیاد توی پادکست شرکت بکنه، چون دوست داره بدونه که چه چیزی رو تجربه کرده وقتی یه آدم روانی اونقدر نزدیکش وایساده بوده. سینا یه رفیق عصبانی میشه و داد میزنه که من زندگی من اونقدر به فنا رفته، همش تیمارستان بودم، دارم دارو میخورم و اصلا هنوز به خودم نیومدم، ولی امثال شما ما رو مثل سرگرمی میبینن و فقط میخوان برای شهرت از اون استفاده کنن و بعدم از اونجا خارج میشه. جاناتان هم دنبالش رفته و حالا بحثی بینشون شکل میگیره. اون میگه چرا انقدر روانی بازی در میاری و سینا هم میگه من هنوز نامه‌های خودتو دارم، تو فقط خودتو زدی به اون راه، تو هم میدونی که آرت از بین نرفت و قرار برگرده، میاد دنبالمون، باید آماده باشی. هنوزم نامه‌هاتو دارم که میگفتی اون یه شیطان، کلی تحقیق کرده بود یا مطمئن بودی که یه قدرت ماوراءطبیعی است و فقط من میتونم اون رو شکستش بدم. بعدم میگه که 5 سال پیش یکی از قربانی‌های آرت که اسمش ویکتوریا بود از تیمارستان ناپدید شده. تو توی یکی از نامه‌هات نوشته بودی که این شیطان فقط در صورتی میتونه به زمین برگرده که از یه جسم شوم استفاده بکنه. میتونه اونو مثل یه واسطه قرار بده و به زمین ارتباط بگیره. ویکتوریا الان رابطه اون روی زمین و از همون 5 سال پیش هنوز زنده است و قطعاً دوباره برمیگرده. بعدم به این اشاره میکنه که توی پاساژ بابا نوئل دیده که مطمئن بوده همون آرته، با اینکه چهرهشو ندیده ولی حسش دقیقاً همون شکلی بوده. حرفش هم بهمون ثابت میشه، چون وقتی که اون بابا نوئل ماسکشو برمی‌داره همون آرتو زیرش میبینیم. سینا به برادرش میگه تو توی یکی از نامه‌هات نوشته بودی فقط یه شخص برگزیده است که میتونه اون شیطانو نابود کنه، که اونم منم، چون یادت باشه من بودم که با اون شمشیر تونستم نابودش کنم. جاناتان که ترسیده میپرسه حالا میخوای چیکار کنی و سینا هم میگه باید به همون جایی که میدونی برگردم، اگه حق با هم باشه باید آماده باشی. برمیگردیم به همون پاساژ، میبینیم که آرت رفته جای بابا نوئل نشسته و حالا داره بچه‌ها دعوت میکنه که بیان کادوهاشون رو بگیرن. یکیشون میره اونجا و آرت بهش عروسک میده. بقیه هم دنبالش راه میافتن و پدر و مادر خیلی نگرانن، چون قیافه آرت براشون ترسناکه. مامور امنیتی اینجا میاد و آرتو پرت میکنه بیرون که همین لحظه میبینیم یکی از پسرها کادوی دیگه رو باز
میکنه که در نتیجهش انفجاری رخ میده و همه کسایی که اینجا به شدت آسیب میبینن یا از بین میرن. شب شد و میبینیم سینا به خونه برمیگره و یه جعبه کادو هم دستشه که گبی میبینتش و فهم میکنه برای خودشه. سینا هم به آرومی اونو پشت درخت کریسمس قرار میده و میگه اینو قول بده فعلا بازش نکنه. بعدم میره دسته خودش رو میشوره و از نگاهش توی آینه مشخص که یه نقشه هایی داره. وقتی میره تو آشپزخونه گبی بهش یه خوراکی پیشنهاد میده و یه لفظی میگه ببخشید حواسم نبود دیگه از اینا دوست نداری. سینا متوجه چیزی میشه و به بهونه بازی کردن از گبی میخواد که برن تو اتاقشون. بعد به گبی میگه تو از کجا میدونستی من اونو دوست ندارم چون هیچ وقت به کسی نگفتمش. گبی بالاخره اعتراف میکنه که تمام دفتر خاطرات سینا رو خونده. دلیلش هم این بوده که میخواسته بدونه چه چیزایی تو موقع سیناست که اینقدر اذیتش میکنه تا بیشتر بتونه بهش نزدیک بشه. سینا خیلی ناراحت شده و میگه بعد قول بده دیگه به هیچ کسی در مورد اینها صحبت نکنی. بعدم براش توضیح میده که من یه سری مشکل روانی دارم، خیلی تحت فشارم و چیزایی که اونجا نوشتم از اون دلقکه و مبارزه و این چیزا همش توهم بودن، اصلا نگران نباش، واقعیت ندارم. یه لحظه صحبت هم اتاقی جاناتان با دوست دخترش رو میبینیم که میاد داره توضیح میده چقدر براش مهمه توی پادکستش یکی از این دو نفر رو دعوت کنه. داره قانعش میکنه که یه جوری از جاناتان بخواد تا بیاد توی پادکسته. این در حالیه که آرت بیرون اینجا وایسته رو با شنیدن حرفا و احترامی که میا براش قائله خیلی ذوق میکنه. برمیگردیم پیش سینا و گبی که پیش پدر و مادر گبی میرن و پدر داره اخبار میبینه. اخباری در مورد همین انفجار آخری که توی پاساژ رخ داده و وقتی که سینا میشنوه خیلی شوکه میشه و حالش به هم میرسه. یه دفعه با دست لرزون به همه گیر میده که باید به جاناتان زنگ بزنید که همین الان بیاد چون جونش تو خطره. شوهر خالش هم قبول میکنه و به جاناتان زنگ میزنه و میگه حال خواهرت خوب نیست. سینا تلفن رو میگیره و به جاناتان میگه اون برگشته بهت گفته بودم. همین الان حاضر شو که شوهر خاله میاد دنبالت. جاناتان هم که وحشت زده شده از سینا میپرسه اون چیزی که گفتم و برداشتیش و سینا هم میگه آره آوردمش. سکانس بعد میریم پیش هم اتاقی جاناتان و دوست دخترش که توی همون دارن عشق و حال میکنن و آرت با آرومی نزدیکشون میشه. حالا با وحشیگری شیشه رو میشکن و میفته به جونشون. دیگه نیاز به توضیح نیست که از هر وسیله داره استفاده میکنه، مغز یکیشون رو میشکونه، دست و پای اون یکی رو قطع میکنه و در آخر جون جفتشون رو میگیره. تقریبا نیم ساعت بعد که شوهر خاله سینا هم میرسه دم همین خوابگاه و زنگ میزنه به جاناتان که بیاد دم در. صدای جاناتان یکم عجیبه ولی میگه الان میام. برمیگردیم پیش سینا که خوابیده و رویای دیگه ای از بچگیش میبینه. میره سمت اتاق پدرش و پدر بالاخره یه نقاشی رو بهش نشون میده و میگه که این یه فرشته جنگجوئه، کسی که میتونه تمام موجودات بدو شکست بده. همین که سینا نقاشی رو میگیره یه دفعه تمام اتفاقات وحشتناکی که در آینده قرار بیفته تو ذهن پدر نقش میگیرن و در آخر به سختی نقاشی رو ول میکنه. سکانس بعد سینا خودش توی جای ترسناکی میبینه که یه نفر با ماسک وحشتناکی داره یه آهن رو میکوبه. یه دفعه زل میزنه به سینا، فریادی میکشه و دوباره به کارش ادامه میده که سینا همین لحظه از خواب میپره. صدای صحبت‌های خاله و شوهر خالش از طبقه پایین میشنوه و با آرومی گوش میده که شوهر خالش میگه اگه همین الان بریم بالا و کار سینا رو تموم کنیم دیگه آزاد میشیم. سینا ترسیده و میره پایین که میبینه آرت و ویکتوریا که خودش رو گریم کرده اینجا وایسادن و خالش رو بستن. روی دیوار بدن شوهر خالش به صلیب کشیده شده که تمام بدنش هم انگاری بیرون اومده و سرش رو جدا کردن. حالا سرش کجاست؟ روی درخت کریسمس. آرت با وحشیگری به سینا حمله میکنه و انقدر به سرش ضربه میزنه تا بیهوش بشه. وقتی چشمشو باز میکنه خودش هم به صندلی بسته شده و دهنش هم بستن. یه چیزی هم جلوشه که روزنامه پیچ شده و همین لحظه خالش با وحشت میپرسه دخترم کجاست؟ چیکارش کردین؟ ویکتوریا لبخندی میزنه و میگه چه عجب بالاخره پرسیدی و روزنامه رو باز میکنه که سری رو اون تو میبینیم که چند تا موش دارن ازش تغذیه میکنن. جسیکا و سینا با هم دیگه شروع به فریاد و گریه میکنن. ویکتوریا گردن جس رو نگه میداره و اونم به سینا میگه خواهش میکنم انتقامش رو بگیری، کاری کن اینا زجر بکشن. همین لحظه ویکتوریا به زور دهن جس رو باز نگه میداره و آرت یه لوله رو به دهن اون با چکش میکوبه. حالا موشی رو داخل این لوله میندازه و حرارتی به بالاش میزنه که موش به اجبار وارد بدن جس میشه. جس از درد زجر میزنه و ویکتوریا در آخر گردنش رو میزنه و جونش رو میگیره. حالا میره طرف سینا و دهن اون رو باز میکنه و بهش میگه فریاد نزن. تو همه کسایی که دوست داشتی دیگه از بین رفتن و تو هیچ منجی نیستی و فقط اون سری شانس آوردی که با آرت جنگیدی. حالا از سر خودش یه تاجی که از سیم خاردار رو برمی‌داره و روی کله سینا قرار میده که خیلی هم عذاب میکشه. ویکتوریا در ادامه میگه که یه اعترافی هم برات دارم. اون سری که اونجا میبینی برای گبی نیست و همین لحظه آرت در حالی که گبی رو بسته میارتش همینجا. گبی با دیدن اتفاقی که برای پدر مادرش افتاده خیلی ترسید و فقط داره جیغ میکشه. آرت سری که قبلا رو میز بود حالا گوشه دیگه قرار میده و عینکی رو صورتش قرار میده که حالا سینا ترسش بیشتر میشه. سری که دیده بود برای برادر خودش جاناتانه. از ته دل فریاد میکشه و آرت هم اداشو در میاره و مسخرهش میکنه و ویکتوریا هم بهش میگه اینجا هیچ امیدی نیست، خدا هم وجود نداره و همه چیز تموم شده. یه رفی گردن سینا رو میگیره و انگاری میخواد شیطانی که همون آرت هست و وارد بدن اون بکنه، اما سینا انقدر قدرتش بالاست که مقاومت میکنه و
در آخر ویکتوریا میره عقب. به سینا میگه آره تو واقعا قوی و حالا میفهمم چرا اونا تو رو انتخابت کردن. بعد رو به گبی میگه که سینا الان داره میجنگه چون تو هنوز زنده ای، تو تنها چیزی هستی که براش موندی. و آرت میره طرفش تا با تمام کردن کار گبی دیگه سینا هیچ مقاومتی نتونه انجام بده. گبی هم فکری به سرش میزنه و در همون حال که خیلی هم ترسیده میگه که سینا ببخشید که نتونستم کارتو بهت بدم، خیلی دوست داشتم که ببینیش و خوشحال بشی. ویکتوریا هم لبخند شیطانی میزنه و میگه نه پس بیا کادوشم بهش بدیم که بیشتر خوشحال بشه. بعدش میپرسه کدومه و اونم بهش میگه که همونیه که پشت درخت کریسمس گذاشتم. در واقع همون کادویی رو بهش نشون میده که قبلتر دیده بود سینا بیرون آورده و اونجا قایمش کرده. حالا ویکتوریا کنار گبی وای میسته و آرت میره پیش سینا و در حالی که دستشو باز میکنه تا کادوشو ببینه یه دفعه با چکش میزنه و استخونای دستشو میشکنه. ویکتوریا هم هی داد میزنه که زودتر کارتو باز کن آفرین و همینطوری آرت به ضرباتش ادامه میده. با باز شدن کادو سینا لبخندی میزنه و به گبی میگه این بهترین کادوی دنیاست. یه دفعه همون شمشیری که قبلتر پدرش براش درست کرده بود و میدونه وسیله‌ای بوده که تو قسمت قبلی هم آرت رو شکست داده رو از کادو در میاره. سری ضربه‌ای به آرت میزنه و شمشیر رو سمت ویکتوریا پرت میکنه. حالا که گبی آزاد شده میره جلو، شمشیر رو بدن ویکتوریا بیرون میکشه و این بار به دهنش فرو میکنه. بعدم برش میداره و کلا گردنشو میزنه. حالا آرت که یه عرق برقی رفعه در میاره و بهش حمله میکنه. سینا باش درگیر میشه و با شمشیر اونو مهارش میکنه. موفق میشه که یه ضربه به شکمش بزنه و اونو به دیوار گیرش بندازه. اما هنوز داستان ادامه داره. از سر ویکتوریا داره یه سری اسید روی زمین میریزه و همین لحظه گبی فریادی میکشه و یه دفعه زمین زیر پاش خالی میشه که انگاری دریچه‌ای به جهنمه. گبی افتاده و همون لبه دیوار رو گرفته و از سینا کمک میخواد. سینا شمشیر رو از بدن آرت بیرون میکشه و سعی میکنه با اون گبی رو نجات بده، اما موفق نمیشه و دست اون لیز میخوره و میفته پایین. سینا پشت سرش رو نگاه میکنه و آرت هم از اینجا فرار کرده و حالا زمین به حالت قبلیش برگشته. میفته زمین، گریه میکنه و فریاد میزنه که میبینه زخم های دستش خود به خود درمان میشه. بعدم بالا میشه و میگه گبی من میام و تو رو نجاتت میدم. سکانس آخر فیلم آرت رو میبینیم که رفته توی ایستگاه اتوبوسی، اتوبوس جلوش وامیسته و سوار میشه و به زنی زل میزنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. تری فایرس یکی از وحشیانه ترین اسلشرهای این چند سال اخیر به نظرم، نمره خوبی هم گرفته و واقعا حقشه. ما هر سری میبینیم که آرت داره از قبل روانی تر میشه، کارهای بیرحمانه تری انجام میده و هر سری هم شکست ناپذیر تره. ولی خب از نسخه دوم با سینا آشنا شدیم که تونسته بود این کارو انجام بده و ما دیدیم که پدر اون یه قدرتی انگاری داشته که هر چیزی رو میکشته میتونسته واقعیت تبدیلش بکنه. برای همینم هم تونسته این شمشیر رو برای دختر خودش تولید بکنه که بتونه باهاش آرت رو شکست بده. پایان فیلم هم که خب مشخصه، جایی برای نسخه چهارم میذاره که قطعا دوباره داستان‌های سینا و وقتی که دنبال گبی میره رو قرار ببینیم. یه نکته جالب در مورد تریفایر اینه که هر قسمت داره یه مقدار بحث روانشناختی بیشتری داخل خودش میاره و الان من جدیداً خوندم که یه سری منتقدها میگن ما کم کم داریم به این میرسیم که اصلا تریفایر یا همون آرت یه نمادی از پدر سینا بوده که اون اواخر خیلی بهش آسیب میرسونده، خیلی اذیتش میکرده و به یه کابوس برای اون تبدیل شده. حالا هنوز اصلا نه اطلاعات زیادی هست نه چیزی، ولی من دیدم نظر قشنگه چون منتقدها معتقدن که توی قسمت‌های بعدی قرار فیلم به این سمت سوق پیدا کنه. حالا نظرتون رو بنویسید، امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، روزتون هم گلسی.